شرکت ترانه پنجره ای برای طلوع خورشید موسیقی و تصویر ایران به خانه شما. شرکت ترانه ارائه‌گر موسیقی و تصویر دیروز، امروز و فردای ایران. ترانه، ترانه ای برای عاشقان وطن. ترانه نام برتر نوارهای کاست، ویدیو و سی دی های ایرانی در سراسر جهان. تلفن شرکت ترانه کد 818 708 11 66. عرض سلام خدمت بینندگان عزیز شوی تلویزیونی ترانه در چهار گوشه دنیا و با امید آنکه حال تک تک شما عزیزان خوب و خوش بوده باشه، مثل تمام سالهای گذشته اول برنامه میریم و خدمت همکار بسیار خوبمون خانم الهام شیرازی، گوینده خوب و محبوب شوی تلویزیون ترانه، سلام بلند بالایی میفرستیم و بهش میگیم هپی نیو ایر 2007. بح بح، سلام آقای بارتون. سلام عزیزم، خوبی شما؟ ماشاءالله سال نو کارش درسته واقعا، مثل که خیلی خوش گذشته به شما. من همیشه خوش میگذرونم اصلا. عجب میشه. سال 2007 آغاز کردیم. جدی میگی؟ خوب بود؟ خیلی عالی بود. امیدوارم که سال بسیار سالم همراه با سلامتی برکت به همراه داشته باشه برای همه هموطنان گلم در سراسر دنیا، مخصوصا آقای وارتان مدیر شرکت ترانه. یک دنیا ممنون. گفتی که سالم، خب این سالم رو چجوری آغاز کردی؟ سالم اولین سالی بودش که البته نمیشه گفتش آقای وارتان، اولین سالی بود که ناسالم شروع کردی. آها، اولین سالی بودش که پارتی کردیم ولی خیلی مؤدبانه. چون که قبلش تو کریسمس حسابی زیاده روی کرده بودیم، سعی کردیم که سال نو رو دیگه بله تو تازه سمن شروع شد. یعنی همینجوری که به قول معروف چشم به هم میزنی، آقا همین تو شات به ما بده محال کنیم ازی جون، قربون شکل ماهت برم. نمیخواد تک شات بدی زیاد، تک شات الهام بده. نه آره. میگم چشم به هم میزنی این سالو روز و ماه مثل برق و باد میگذره. ولی سال 2006 سال بسیار خوبی بود. سال خوبی بود. کلا که من برمیگردم نگاه میکنم به عقب میبینم سال خوبی بود و خدا رو شکر کردم وقتی که سال داشت تحویل میشدش. آقای وارتان باور کنین خیلی از دوستانم جلوی نظرم اومدن، همه رو دعا کردم و خواستم که صلح برقرار باشه و برای شما هم دعا کردم. جدی میگم. میدونستم سرتون شلوغه ولی گفتم دعا کنم دیگه. نه، چون سرمون همیشه خلوت بوده. این خلوتی رو داریم ادامه میدیم، ولی سال جدید امیدوار هستم که سال بسیار خوبی برای اول برای شما عزیزان بینندگان خوب شوی تلویزیونی ترانه که در سالیان گذشته همیشه ما رو حمایت کردید، به برنامه ما نگاه کردید، لطف کردید، انتخاب کردید. این برای ما بزرگترین افتخار و بزرگترین هدیه ای که از طرف شما به ما داده میشه. به خاطر همین مسئله هستش که ما هر سال هر هفته تونستیم این برنامه رو تا به امروز به اتفاق خانم الهام شیرازی ادامه بدیم. در صد امیدواریم که سال حرکت و برکت و رفیق باشین، عشق به هم دیگه بدین، عاشق هم باشید، دوست داشته باشید همدیگر رو، یه خورده زندگی رو به قول معروف آسون‌تر بگیریم، سخت نگیریم، که واقعاً دنیا همین دو روزی هستش که درش زندگی میکنیم و بهتره که همونطوری که خدا برامون خواسته و رقم زده روزهای زندگیمون رو، زندگیمون رو آغاز بکنیم و همیشه هم شکرگزار باشیم برای هر چیزی که تو زندگیمون داریم. امروز توی برنامه خیلی جالبه، ما یک انرژی خاصی داریم. این انرژی درست از طرف مقابل الان داره به ما همینجوری داده میشه و البته آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ آفتاب از طرف 2007 آغاز شده، این آفتاب خودش اومده تو استودیو. بسیار بسیار ممنون هستیم از این انسان بسیار خوب. تا بریم و به قول معروف میرسیم به این مسئله، کاغذ مداد ما کو؟ کاغذ مدادمون کوشش آقای بارتان. اول برنامه بله، با چی آغاز کنیم؟ 2007 رو با آقای منصور آغاز میکنیم. آقای اسی بله. تانکیو کاغذ مدادم براتون آوردم. مدادم آوردی بابا، یامت کرد. این یه سی ها اصلا آچار فرانسه
تلویزیون های مخواستم بگم تلویزیون ها نه یک تلویزیون. هفته پیش صحبت کردیم گفتیم که آغاز سال 2007 و با یک آلبوم قشنگ، یک آلبوم زیبا، یک آلبوم دوست داشتنی از یک خواننده‌ای که همه شما عزیزان دوستش دارید و این دوست داشتن شما در واقع در تمام سالهای گذشته اثبات شده. این خواننده خوب کسی نیست جز منصور، فیوریت خواننده بسیاری از شماها و خود من و البته من خانم الهام شیرازی. آلبوم اسمش چیه؟ آلبوم قشنگه. چه اسم قشنگی روش گذاشته آقای منصور قشنگه. نه بله قشنگه یکی از آهنگای زیبای این آلبوم هستش و تصمیم گرفتیم که اسم آلبوم هم قشنگ بذاریم به خاطر اینکه یه چیز قشنگ رو باید گفت دیگه. صدای قشنگ، آلبوم قشنگ، آهنگای قشنگ و مهمتر از همه گوینده قشنگ. ای بابا شرکت ترانه قشنگ، شرکت ترانه که چی دیگه چقدر خودخواه شدیم اول سال آقای وارتا. خودخواه نشدیم، بابا گفتیم خودخواهیه بذاریم کنار قشنگ. قشنگ صدای قشنگ از یک هنرمند قشنگ، از کمپانی قشنگی. بقیه‌اشو بذاریم کنار، ما همین میگیم دیگه، بذاریم مردم تعریف کنن. آقای از کی؟ از ما. از ما یعنی خب اول برنامه رو فعلا اجازه بدید بریم یه آهنگ انرژی از آلبوم جدید منصور که در همین ماه جنوری 2007 از طرف شرکت ترانه به بازار میاد نگاه میکنیم به یکی از زیباترین کارهای این آلبوم. بریم لذتشو ببریم. عاشقتم بله. عاشقتم با منی؟ نه با شما که عاشق شما هستم که آقای وارتان. خدا ای خود چه آهی میکشم. یه گوینده‌ای که 11 سال توی کمپانی بمونه یعنی عاشق شرکت بله، ترانه بله. بله. این عشق کاری ما بله. یعنی واقعا این تیم ترانه تیمیه که ناگسستنی. خوب گفتم آفرین. ناگسستنی یعنی امکان نداره هیچ کسی. کلمات دیگه بگید دیگه. خود خوب بلدم این همه سال تو امریکا باشم و فارسیم انقدر قشنگ قشنگ باشه قشنگم. دیگه باید خدا رو شکر کنیم. خب صحبت از آلبوم جدید منصور هستش. خدمت شما عزیزان گفتیم که آلبوم منصور به نام قشنگی از طرف کمپانی ترانه در همین ماه به بازار میاد
آلبوم بسیار پرباری هستش. آلبوم های منصور، تمامی آلبوم هایی که از طرف شرکت ترانه بازار اومده نمبر وان بوده و این آلبوم منصور بهش خیلی امیدواره. ما بسیار امیدوار هستیم به خاطر اینکه کارهایی که در این آلبوم هستش واقعا نمبر وانه و به خاطر همین هم اسمشو گذاشتیم قشنگه. بسیار زیبا. آقای اسی عزیز ما، اگر میشه لطف کنین شماره تلفن نمایندگی ما در ایران رو هم بذارین لطفا. میذارن، اونم میذارن. همینطور که چون آلبوم منصور در راه هستش، بله این رو هم کم کمک سفارش بدن دیگه. بله بله آقای امیر، خب منتظر آلبوم جدید منصور باشید. اسمش قشنگه هستش و مخصوصا نمایندگی های خوب شرکت ترانه در سفارش دادن آقای بارخان. بله سفارشاتشون آماده هستش. سال جدید و یک سال پرباری رو ما میدونیم به خاطر اینکه با یک آلبوم بسیار زیبا داریم به منازل شما عزیزان میاییم. خب از این آلبومی که الان میخواین صحبت بکنین خودم خیلی راضیم. پس صحبت شو بکن. خیلی راضی هستم از این آلبومی که شرکت ترانه در ماه گذشته به بازار داد. آخرین آلبوم شرکت ترانه بود در سال 2006، درسته؟ یا یکی مونده با آخر؟ نه، آخرین آلبوم گیم اوور بود. گیم اوور بود، بله. گیم اوور بود. قبل از گیم اوور آقای ستار با آلبوم زیبای گلبانوشون که بسیار ترانه‌های قشنگی در این آلبوم. آقای وارتان، من خودم خیلی گوش می‌کنم تو ماشین این آلبوم رو. خیلی جالبه. وقتی آلبوم میاد بیرون و مردم دوست دارن، این اولین عکس العمل‌های مردم، درسته؟ در واقع اینجوری میخوام بگم، کسایی که گوش میکنن مثلا به من، تا به من میرسن میگن مارتان این آلبوم ستار قشنگه، این آلبوم خوبه، و از همونجا میفهمی که آلبوم داره کار میکنه. دقیقا. اگر احتمالا مثلا خوششون نیاد میگم مثلا این آلبوم مثل این آلبوم نبود، ولی همه از آلبوم جدید آقای ستار خوب گفتن و دیروز هم آقای حمید ندیری زنگ زده بود. آره، سال نو رو تبریک گفت. سال نو شون و از ونکوور کانادا هم اومدن در اورنج کانتی هستن. بله به امید خدا. و جالبه دیگه، یه آلبوم خوب زیبا از هنرمندان به نام آقای بابک رادمنش. آقای رادمنش اگر احتمالاً برنامه ما رو نگاه می‌کنید، من بعد از برنامه قول بهتون میدم که بهتون زنگ بزنم. دیروز نتونستم. آقای رادمنش، آهنگ زیبای خاکی از آقای رادمنش که در این آلبوم زینت بخش واقعا این آلبوم گلبانو هستش، آهنگای آقای صادق نوجوکی، آقای کاظم عالمی، آقای مهدی داوودی، آقای حمید ندیری، بابک روزبه، پاک سیما، آقای منوچهری چشمازر تنظیم کردن و آقای هومن زوکایی. وقتی این همه اسم به نام در یک آلبوم باشه، صدای گرم ستار، دیگه خودتون باید متوجه بشین که چقدر آلبوم باید شنیدنی باشه. بله وقتی البته آلبوم خوبه دیگه. آقای وارتان، دلم میخواد واقعا خواهش بکنم از دوستان سرسری نگذارین از این ترانه. وقتی که داریم براتون پخش میکنیم حتما حتما دقت بکنیم به متن این شعر زیبایی که آقای بابک رادمنش سرودن و سعی کنیم تمام این اشعاری که الان گوش میکنیم رو رعایت بکنیم و مد نظر زندگیمون بکنیم، شاید زندگی بهتر بشه در سال 2007 برامون. بله اگر زندگی رو همینجوری که گفتیم آسون بگیرید و گوش کنید ببینید آقای رادمنش شعر رو چجوری سرودن، معناش چی هستش، واقعا زندگی اینقدر خوب میشه و اینقدر راحت میشه که حد و حساب نخواهد داشت. نگاه میکنیم و گوش میکنیم به آهنگ خاکی از آلبوم گلبانو با صدای زیبای ستار. درویش بشیم خاکی و بیریاشیم، قفل تن رو بشکنیم از من و ما رهاشیم، بیا پروانه صفت به دور غم بگردیم، زیر چتر معرفت یک دل و یک صداشیم. زندگی با کف صفا نداره، عالم فانی بقا نداره، اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان، پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره،
اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. افتاده شو مغرور نباش، پروانه شو دینور نباش. این همه به مال و منالت نناز، یا این که به حسن جمالت نناز. روز دنیا که منم نداره، خوردن هرس بیش و کم نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. افتاده شو مغرور نباش، پروانه شو بی‌نور نباش. زندگی بذر محبت کاشتنه، نه به ناداری و نه به داشتنه. حاصل عمر گران مایه ما نامی نیک به جا گذاشتنه. حاصل عمر گران مایه ما نامی نیک به جا گذاشتنه. زندگی با کبر صفا نداره، عالم فانی بقا نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان پیش خدا عزیزن و شاه و گدا نداره. افتاده شو مغرور نباش، پروانه شو دینور نباش. جانانه شو منفور نباش. افتاده شو مغرور نباش، پروانه شو بی‌نور نباش. بله، این همه مال ملانت نناس، واقعا حسن جمالت نه. همش میگن به یک ثانیه از خدا بخواد بگیره میگیره. خدا بخواد زیبایی بده، ثروت بده، میده. و چقدر خوبه همونطور که من گفتم دقت بکنیم به موضوع این شعر، یه درسی هم بگیریم، نه اینکه همینجوری گوش کنیم و بگذریم. بله، درسی بگیریم و عمل بکنیم. من داشتم باز به شعر گوش میکردم، اون قسمت که میگه زندگی بذر محبت کاشتنه. آفرین. یعنی اگر در زندگی ما همین محبت رو از هم دیگه دریغ نکنیم، ببینید چقدر زندگی چقدر خوب میشه، چقدر زیبا میشه. و واقعا بابک رادمنش حرفای قشنگ روزگار و اون چیزایی که باید در وجود تک تک ما باشه در قالب شعر و آهنگ زیبا. آفرین. شعر، آهنگ و تنظیم، همش صدای زیبا ارائه میده. و به قول یک شخصی که میگفت که آقا این شعر رو ببینید، همینجوری آدم یاد میگیره. بشکنم زدم. دقیقا. بسیار عالی. و امیدواریم که آقای بابک رادمنش هر سال بتونن کارهای زیباتر مثل همین کارهای قشنگ به هنرمندان ایرانی ما بدن، که ما گوش کنیم و افتخار کنیم و لذت ببریم به ایرانی بودنمون. بله، حالا صحبت که از آقای بابک رادمنش شد و صحبت از آهنگای زیبا شد، در سال گذشته که میدونید در یک سال و نیم گذشته آلبوم خانم بهارک دقیقاً از طرف شرکت تنه به بازار اومد. با بهارک که داشتیم صحبت میکردیم، قرار گذاشتیم که یکی دو تا آهنگ از آقای رادمنش برای خانم بهارک بگیریم. درسته. و آلبوم جدید شد با کارهای آقای رادمنش شروع بکنه.
هر یه دونه کاری که ضبط شد و دومیش اومد، دومی رو هم دوست داشتن، سومی هم اینجوری، و الان به چند تا رسیده؟ الان به پنجمیش ضبط شده و همه ترانه ها از آقای رادمنش. بله دیگه، بله. چه آلبومی، یعنی از الان نوید اینو میدم که واقعا این آلبوم وقتی بیاد به بازار اصلا یک انقلاب کاری میشه. من خودم چه بکنم، برای که ارادت بسیار بسیار مخصوصی دارم به خانم بهارک، این هنرمند خوش صدا و با شخصیت. امروز داشتم با تلفن صحبت میکردم، دیدم یک خانم خوشگل زیبا از اون روبرو داره همینجوری تق 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 تق، خیلی استایل دارن، قبول دارین، خیلی شیک پوش و خوش استایل هستن و دستشون همیشه دست پر شرمنده واقعا اومدن و به قول معروف هدیه های سال نو رو آوردن برای همه، برای بچه های شرکت ترانه. و این شخصیت این خواننده دوست داشتنی، این خانوم به قول معروف، برای من خیلی قابل احترامه، برای من خیلی هم دوستشون داریم. و آهنگ فریاد که از کارهای آلبوم فریاد هست امروز پخش میکنیم. ما هم این هدیه میوزیک ویدیو رو به شما عزیزان و به خاطر اینکه بگیم ما همیشه یاد بهارک هستیم، این آهنگ رو پخش میکنیم و منتظر چی باشیم؟ منتظر آلبوم جدیدشون باشین. و البته من بازم آقای وارتان بگم که امروز اولین روزی بودش که بعد از سال نو که آغاز شد، معمولا میگن خرافاتی نیستم و میگن ببینین که اولین کسی رو که نگاه میکنین براتون خوب باشه. اولین شخصی که من واقعا دیدم از خونه اومدم بیرون خانم بهارک بودن که تو استودیو اومدم وارد شدم. با امیدوار هستم که با دیدن روی گل ایشون سال خوبی رو داشته باشم. من گل از گل بشکفه. خب بریم نگاه کنیم به فریاد با صدای زیبای بهارک از آلبوم فریاد شرکت ترانه. بریم.
فریاد خانم بهارک، منتظر آلبوم جدید بهارک باشید که آلبومی کارستون بخورد بسیار پربار. خب بفهمید دارم همجور نگاه میکنم یکی یکی ببینیم که شما از این طرف داریم میریم جلو یا این طرف. آقا از اون بالا کفتر میآید. چه پسر گلی. ایشون هم اولی یکی از هنرمندان گل ما بودن که سال که تحویل شد نیم ساعت بعدش تلفنی بود که به من زد، تکست داد و نشون دادش که این جوون نه تنها داره کم کمک پلای ترقی رو میره بالا، شخصیتش هم خیلی خوبه. یاد ما بود، این خیلی مهمه آقای شهابتیان. خب ببینید سال نو باید به هم دیگه تبریک گفت. اتفاقا داشتم فکر میکردم که اون موقعی که کوچیک بودین با چه مکافاتی از این خونه به اون خونه، از این محل به اون محل امکانات نبود، تکنولوژی نه، اینکه مسئله امکانات، ولی خب بالاخره سوار تاکسی شو، سوار اتوبوس شو، برو این محل، برو اون محل، تبریک بگو. ولی اینجا شده فقط همین تلفن دیگه، آره تکست و آره دیگه تموم شد دیگه، دیگه خونه رفتن و از این حرفا دیگه تموم میشه. نه فکر میکنم که دیگه در سالهای آینده این تکست هم پیشرفت بکنه. من فکر کنم با یه دست تکون داده اینجوری میکنه به هم دیگه برسن. بله و شهاب تیان واقعا تبریک میگم بهش، پیغام گذاشته بود و سال نو رو تبریک گفته بود به من و شرکت ترانه و امیدوار هستم که سال بسیار بسیار خوبی رو آغاز بکنه با آلبوم جدیدی که در دست تهیه داره. بله در سال گذشته شرکت ترانه واقعا پرکار بود مثل همیشه و ما در سال گذشته 15 تا آلبوم به بازار ارائه دادیم که حالا یک به یک صحبتشو خواهیم کرد و آلبوم وام با صدای شهاب تیام یکی از آلبوم هایی بود که به بازار اومد و کار کرد و جالب برای خواننده‌اش یکی از خوش‌شانس‌ترین خواننده ها بود به خاطر اینکه تا شروع کرد و به صدای آلبومش اومد بیرون و این کار هم گرفت، مردم دوست داشتن، کنسرت پشت کنسرت، 6 تا آهنگ بیشتر تو این کار آلبوم نیستش. تنظیمای خوشگل شهیاد رو نباید فراموش بکنیم، چقدر تنظیمای خوشگلی بهش داده بود و کارش گرفت، مردم پسندیدنش و مهر قبولی رو از مردم گرفت و بسیار خوششانسه. نگاه میکنیم به شهاب تیام، از او بالا کفتر میآید، یک دانه دختر میآید، 10 تا 100 تا دختر خوب ایرانی. نگاه میکنیم یا کفتر می آیم و یکی دانه دختر می آیم از اون بلا کفتر می آیم و یکی دانه دختر می آیم یا کفتر جا 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 منو دیوانه کردی یا کفتر
کفتن میایم و یکی دانه دختر میایم، از اون بالا کفتن میایم و یکی دانه دختر میایم. بله، با مرسدس بنز سر بوردر ایران و افغانستان. این همه گفت دختر کابل، بعد رفتم با ایران خودمون دنبال دختر ایرانی. دیدین چه جالب بود آخرش؟ آها، دختر ایرانی و دختر کابلی به نظر من به خاطر اینکه دوست و همسایه همدیگه هستن و فرهنگمون نزدیک مشترک دارن، به نظر من هر دو تا دخترها از هر دو کشور قابل احترام هستن و بسیارم دوست داشتنی. آفرین به شما، شما که همه دختره رو دوست دارین آقای وارتون. مال چه ملیتی؟ اول سال یه دونه طلبت. مال چه ملیتی؟ آره، ژاپنی، چینی. خب دختره دوست نداشته باشین، بریم مثلا کیو دوست داشته باشین؟ نه خوب کاری میکنین، خیلی خوبه. آدم بعد من خودم میگم آقا دوست داشته باشید هم دیگه رو. آفرین. این دوست داشتن قابل احترامه. احترام. دوست داشتن سالم. دوست داشتن قشنگ. بله. نه به اون منظورای بد. بله. حالا بعد همگر دوست داشته باشه. ولی یکی دیگه از آلبوم هامو که شما گفتین آلبوم آخری شرکت ترنه در سال 2006 بود، آلبوم گیم اوور یا بازی تمومه اسکی خودمونه. بله، شهرام کاشانی خواننده‌ای که با آلبوم های رنگ عشق، نازی جون و خوشحالم از طرف شرکت ترانه در سالیان گذشته به بازار ارائه داده، بسیار موفق بوده و این آلبومش هم یه مقدار دیفرنته، یه مقدار با اون آلبوم‌های قبلیشون فرق می‌کنه. بعد آلبومو گوش بکنید، توش کارهایی هستش که خیلی دوست خواهید داشت. سبک شهرام کاشانی یه کمی توی این آلبوم یه مقداری عوض شده و اونم من خوشم میاد. همیشه گفتم به خاطر اینکه سال به سال به سنش اضافه میشه، یه کارهایی انتخاب می‌کنه که همچین بخوره بهش. آره، خوبه، زیبا هستش. یه دونشو گوش بکنیم، نگاه بکنیم. باز در کوتاه پخش می‌کنم آلبوم شهرام کاشانی گیم اوور صحبت خواهیم کرد. تو کی هستی که دل منو شکستی؟ خدا نکن. خدا نکن. تو کی هستی که دل منو شکستی؟ تو کی هستی؟ فکر میکنی که کی هستی که درو به روی من اینجوری بستی؟ تو چی هستی؟ تو کی هستی؟ تو عجب آدمی هستی، نمیخوام بگم که پستی، تو همونی که میگفتی با یه قلب من نشستی، اما عهدی رو که بستی یه دفعه زدی شکستی. بابا تو آخرش هستی. تو کی هستی که دل منو شکستی؟ تو کی هستی؟ فکر میکنی که کی هستی که درو به روی من اینجوری بستی؟ تو چی هستی؟ تو کی هستی؟ تو عجب آدمی هستی، نمیخوام بگم که پستی، تو همونی که میگفتی با یه قلب من نشستی، اما عهدی رو که بستی یه دفعه زدی شکستی. بابا تو آخرش هستی. بله، تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ من الهام شیرازی، دل هیچکیو نمیشکنم، هر کیم دل منو بشکونه مطمئنم دلش رو یه روز به دست میارم. عجب حرفی زد به خدا. یعنی یه 200 سال بعد این هستش صحبتهای مشاهیر جهان آقای مثلا باید. هستش. آره دیگه، آخه کار ما اینجا فقط این نیستش که ببخشین و معذرت میخوام فقط آلبوم ها رو ما بیایم
صحبت بکنیم، بعد یه پیامی هم بدیم، یه چیزی یاد بگیریم از هم دیگه. درسته آقای وارتا؟ به نظر من آرش درسته. باید دل به دست آورد، راست میگه. اگر هر کسی هم که دل کسی رو بشکونه، اون طرف مقابل باید انقدر انسانیت داشته باشه که بتونه دل طرف دل رو به دست من مطمئنم. من اینو 100% در وجود خودم میدونم که آفرین دل تمام اون کسی که من رو دوست ندارن رو میتونم به دست بیارم، قدرتی که دارم. همیشه اینجوری بودی تو. من اینو در تمام طول این سالها شاهد بودم که بسیار قلب رعوف و مهربان. خب صحبت از همین شهرام کاشانی هستش در مورد آلبوم گیم اوور. آره البته شهرام آلبوم چیه؟ این قسمتش هم به من میخوره، این شعره. درسته. یکی از کارهای شهرام میگه عشق به ما نیومده. آره والا نیومده. نه میاد 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 میاد. ولی یکی از کارهای زیبای آلبوم شهرام کاشانی عشق ما نیومده، تو کی هستی، گیم اوور، گل یخ. ببینیم آقای اسی کارگردان فنی برنامه، ببینیم چه آهنگی رو از همین آلبوم برای ما انتخاب میکنه. یه مقدار از این کارم نگاه بکنیم و دوباره برمیگردیم در مورد آلبوم با شما صحبت کنیم. وقتی بهت خیره میشم، به من که همیشه میگفتم با کسی درگیر نمیشم. عشق به من نیومده، به من که طاقت ندارم چشمام و روحم بذارم. اگه کسی بد نگات کنه چشماشو در میارم. بیجا میکنه کسی به دوست دختر بد نگاه بکنه، مگه که از جونش سیر شده باشه و این کار رو بکنه. لا 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 دختر خوشگله و همه نقاط آقا نگاش میکنه. حواست به نگاه دختر رو نیست، حواست به نگاه دختر رو نیست. اونا که بدتر از پسر رو دارن این بازی میکنن. جون نگاهاشو کرد و من بهش هیچی نگفتم، با نگاهام همش بهش آقا گیر نده میگفتم. مردی که انگار شعور نداره میبینه که کنارش نشستم، هی داره زود میزنه علامت میده، خب منم چشامو بستم. برو برو خوبه چون لا 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 دماغ تو شکستم. واسه دل تنها هیچکی تو نمیشه نتاز، اومدیم اینجا حال کنیم گیلاس تو بزا بیا براز. لا 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 همه یا نرزون و منو نزد توی حال و بلا. عاشقتم عزیز دلم، عاشقتم ناناز گلم، عاشقتم دیوونه خلم. من منتظر این قسمتش بودم نیومد. بله این قسمت هم که دختری داری میخونه صدای مهسا، مهسا هستش که باش خیلی با هم همکاری میکنن با شهرام. آلبوم بسیار زیبایی گیم اوور و حتما این آلبوم رو تهیه بکنید، گوش بکنید. مطمئن هستم که از آهنگاش لذت خواهید برد. شهرام آلبوم جدید، خونه جدید، تبریک بهش میگیم و انشالله یه مقدار از کارهای خونه که تموم بشه میخواد سال جدید آستینا رو بالا بزنه و برای پروموشن آلبوم به قول معروف شروع بکنه به کار کردن. انشالله پرکار که بوده همیشه، ولی بیشتر میخواد. واقعا گرفتار بود، کنسرت های لاس وگاس، نمیدونم میامی، نمیدونم دالاس، این ور اونور برنامه داشت. ولی الان که یه مقدار فارغ شده باید بیاد اینترویو، بیاد اینجا تو برنامه. خیلی از هنرمندامون دیگه باید بیان اینترویو، انشالله نوبتیه.
خب بریم یه قسمت دیگه از یه کار گیم اوور نگاه میکنیم و ترانه گل یخ رو. آره گل یخه؟ گل یخ. بله بریم گل یخ. یک شب از خواب پریدم، خواب بعد می دیدم، توی خواب گل یخ می چیدم. وقتی بیدار شدم دیگه رفته بودی، توی میز نامتو می دیدم. گفتی خسته شدی و پر بسته شدی، گفته بودی که تمومه. شهرام کاشانی با آلبوم جدید Game Over که بسیار زیباست، به سه تا میوزیک ویدیو از این آلبوم رو برای شما پخش کردیم. اولین میوزیک ویدیویی هم که درست کرده بود بازی تمومه بود، درسته؟ درسته، Game Over بودش که سه تا از این جوانای خوبم که کارهای کارگردانی رو دارن انجام میدن، آقای کاوه و دریا و یا آقای دیگه که ببخشین که اسمش یادم رفته، این سه تا درست کرده بودن. و میوزیک ویدیو توکی هستی، آقای مهران راوی. بله قشنگ. بله زیبا، زیبا قشنگ. شرکت ترانه در هفته‌های گذشته خدمتتون گفتیم که پخش فیلم‌های فارسی رو بر روی دیویدی به عهده گرفته، فیلم‌های اورجینال. منظور از اورجینال که میگیم یعنی فیلم‌هایی که مستقیم از روی فیلم بر روی دیویدی میاد، کوالیتی داره و در واقع این فیلم ها مربوط به کمپانی هایی هستش که اجازه پخش این فیلم ها رو چه در سینما چه بر روی دیویدی مجوز رو دارن و این مجوز رو به شرکت ترانه دادن که ما این دیویدی ها رو پخش بکنیم. آخرین فیلمی که همکنون از طرف شرکت ترانه در بازار هستش به نام آتش بس. چقدر فیلم زیبایی، فیلمی که از دو هنرپیشه بسیار بسیار خوب، آقای محمد رضا گلزار و خانم مهناز افشار، که این دیویدی یعنی این فیلم که از خانم تهمینه میلانی هستش. شما گفتید فیلمو دیدید. واقعا میگم دوستان حتما حتما این فیلمو تهیه کنیم ببینید. اولا که زیرنویس انگلیسی داره، سابتایتل داره. دوم من انقدر درس زندگی میده بهتون، مخصوصا به شما کاپلای خوبی که زندگی رو تازه شروع کردین، یا حتی همسرای مهربون ایرانی که سالهاست که زندگی کردن و مشکل با هم دارن، نشون میده که چجوری
با زندگی کنار بیان و من که خیلی خیلی لذت بردم و خیلی دیدنش ارزش داره آقای مارد. مهمترین قسمت این پکیج دو تا دیویدیه، پشت صحنه ها که چجوری فیلم داره تهیه میشه، که من همیشه میگم این پشت صحنه ها زیباتر از خود فیلم هستش. دو تا دیویدی داره، یه دونه فیلمه یه دونه پشت صحنه. به مغازه ایرانی که میرید و میخواید این فیلم رو تهیه بکنید، یادتون باشه حتما و حتما اولا این دو تا جلد داره، یعنی به این صورت هستش، شما این جلد رو در میارید این هستش و بعد وقتی باز میکنید میبینید که دو تا DVD توی بفرمید. آها اصلش این مدلیه خلاصه، اینجوری بفرمید، یک دو یادتون باشه فقط یه DVD بهتون ندن. و خواهش میکنم فیلم ها رو از فروشگاه هایی که اورجینال میفروشن و بخرید، بخرید داشته باشید. چرا بخرید؟ به خاطر اینکه میتونید بارها و بارها این فیلم رو نگاه بکنید، فردای مهمان میاد خونتون، نمیدونم دختر خالتون، پسرداییتون، میتونید دوباره فیلم رو بذارید نگاه بکنید، به اتفاق خانواده لذت ببرید. البته بعضی جاها رنت میدن، ولی این فیلم ها معمولا برای فروش عرضه میشه. بعضی از فیلم ها قیمتش $9.99، بعضی از فیلم ها هم که دو تا DVD دارن $14.99، مثل مکس، مثل ازدواج به سبک ایرانی، مثل آتش بس. ولی فیلم های آکواریوم، زیر درخت هلو، نمیدونم مجردها، دوزن، خیلی از فیلم های دیگه، سه چهار تا فیلم هستش که من سوغات فرنگ، این فیلم ها مثلا $9.99، ما $10 میدین یه دونه فیلم میگیریم، میشینید 10 نفر تو خونه نگاه میکنید، پفک هم باید باشه اینجور بخورم. آقای وارتان، سه چهار تا فیلم هستش توی این مجموعه فیلم هایی که ما داریم پخش میکنیم. من واقعا از شما دوستان عزیز میخوام که این چهار تا رو تهیه بکنید. یکی همین سیز فایر هستش یا آتش بس، یکی 100% ازدواج به سبک ایرانی رو بگیرین نگاه کنین، پشیمون نمیشین، بعدن به خود من ایمیل میزنین میگین آفرین که ما رو وادار کردی بخریم، یکی مجردها و یکی هم زیر درخت هلو. این چهار تا فیلم فیوریت های من آقای وارتان. خیلی فیلم های قشنگ، فیلم دنیا، دختر شیرینی فروش، نمیدونم دوزن، نیمه پنهان، اینا جدیدا هستش. بله. که من گفتم حالا یه قسمت از این فیلم آتش بس رو نگاه میکنیم، ببینم کدوم قسمتش رو انتخاب کردیم. یه قسمت تیزر هستش نگاه میکنیم، اجازه بدید نگاه کنیم ببینیم. و اصلی بهترین فیلم های سینمای ایران تقدیم میکند. DVD آتش بس، آخرین ساخته تهمینه میلانی. آدمت میکنم، درستت میکنم. وقتی چیزی باب ملش نیست تبدیل به یک بچه عصبی و لجوج میشه. آشنایی ما با بزن بزن شروع شد. بذاریم براتون از اول تعریف کنم. خسیس و حسابگر، اقتصادی عزیزم، پرخوره، خوشخوراک، چلخته و نامرتبه، به قول خودت کولن، زورگوه، زنزلی نیست. یک، داله، دو، آتش بس، فیلمی از تهمینه میلانی. فیلم آتش بس در بسته‌بندی زیبا شامل دو DVD. DVD اول فیلم آتش بس، DVD دوم پشت صحنه فیلم چرا آتش بس به همراه کارگردان. دستام یخ کرد، دستمال یکم به خودم بده. بیا بیا تو دهنم هم هستم میجوم. تا خوشمزم، من مهناز افشار هستم.
گالری عکس، اوریجینال تئاتریکال تریلر و کد انتخاب صحنه. لطفاً از خریدن دیویدی های غیر مجاز خودداری نمایید و فقط دیویدی های اوریجینال بخرید. از همکنون در اکثر مراکز معتبر ایرانی و یا سایت اینترنتی irmovies.com پخش از شرکت معتبر ترانه. خب دیدید یک قسمتی از فیلم آتش بس که چقدر زیبا بود. مطمئنن به قول الهام برید این فیلم رو بگیرید، نگاه کنید، پشیمون نمیشید. فیلم در ایران هم که روی اکران بوده پرفروش‌ترین فیلم بوده و خیلی خیلی استقبال کردن. خیلی عالی. آره فیلمی که کار نکنه خب مشخصه، فیلمی هم که کار میکنه مشخصه. درسته. حالا به خاطر اینکه باز از خود این فیلم یک صحنه ای رو نگاه بکنیم که کارگردان خودش داره صحبت میکنه و محمد رضا گلزار یه صحنه ای هستش که اصلا بهتره نگیم، نگاه بکنیم و برمیگردیم. سینمای ایران تقدیم میکند دیویدی آتش بس، آخرین ساخته تهمینه میلانی. آدمت میکنم. درستت میکنم. وقتی چیزی باب میلش نیست تبدیل به یک بچه عصبی و لجوج میشه. آشنایی ما با بزن بزن شروع شد. بذارین براتون از اول تعریف کنم. خسیس و حسابگر. اقتصادی عزیزم. پرخوره. خوشخوراک. شلخته و نامرتبه. به قول خودت کولن. زوربوه. زنزلی نیست. یک. دو. آتش بس، فیلمی از تهمینه میلانی. فیلم آتش بس در بسته‌بندی زیبا شامل دو دیویدی. دیویدی اول فیلم آتش بس، دیویدی دوم پشت صحنه فیلم چرا آتش بس به همراه کارگردان. در فیلم نامه صحنه وجود داشت که اگر این صحنه اونطور که در فیلم نامه نوشته شده شکل نمی گرفت شاید ارزش فیلم رو کاملا پایین می آورد و اون صحنه بود که شخصیت مرد اصلی فیلم با درکی که نسبت به کودک درون خودش پیدا می کرد تحت تاثیر این کودکی که با اون سخن می گفت باید شروع می کرد و گریه می کرد. من نمی دونستم واقعا این صحنه رو چطور ما قرار فیلم برداری کنیم. اینجور صحنه صحنه ای نیست که 10 بار تمرین کنیم تا بعد فیلم برداری بشه. فقط یک راه وجود داشت و اون این بود که به بازیگر نقش اول مردم اعتماد میکردم و میگذاشتم که خودش این صحنه رو بازی بکنه. ببین کسی دور و برت نیست، فقط خودتی و خودت. گاهی موقع نوشتن میخوای دروغ بگی یا تظاهر کنی، گاهی چیزایی به ذهنت میاد که ازش شرمنده میشی. یه موبایل اومد من جل دور می کنه میتونی گریه کنه که از تلویزیون رو ببینین و بعد شروع کنین. همین قسمتی که الان پخش شد دوستان، وقتی محمد رضا گلزار به زیبایی هرچه تمامتر این قسمت رو اجرا کرد و داشت گریه میکرد، بنده هم گریه میکردم. خب هنر یک آرتیست در همینه که وقتی که صحنه رو بازی میکنه اینقدر طبیعی بازی بکنه. بفرما. اینقدر طبیعی بازی بکنه که مای گاد هنوزم گریه هم میگیره. بمیرم الهی. نه من خودم رو در وجود یه همچین شخصیتی که تهمینه میلانی ساخته گذاشتم، برای اینکه هممون حالا این فیلمو ببینین، هممون خودمون رو در این قسمت میبینیم. همینه مهم در همینجاست که بتونی بتونی هنرپیشه اینقدر طبیعی بازی بکنه که خودتو در اون قسمت ببینی، حس بکنی. محمد رضا گلزار با درخششی که در این فیلم کرد به نظر من تازه یه جای بسیار قشنگی رو در فیلم و سینمای ایران برای خودش باز کرد، شروع کرد. خیلی خیلی قشنگه فیلم. در اصل شرکت ترانه همینجوری که گفتیم فیلم های بسیار زیبای سینمای ایران را که به وسیله دو تا تهیه کننده یا دو کمپانی پخش، آی آر مووی که آقای امیر کلانتری و همچنین بیتا فیلم که آقای بهشتی این فیلم ها رو میارن،
آقای بهشتی سال نوت مبارک. بله، هر دوی این دوستان پخش اورجینال این فیلم ها رو به عهده شرکت ترنه گذاشتن و شرکت ترنه در تمام دنیا داره اینا رو پخش میکنه. خیلی خوشحالم که ما در شرکت ترانه، البته دارم میگم فیلم ما خیلی زیاد نداریم، ولی فیلم هایی که داریم وقتی کسی میشینه و نگاه میکنه فیلم کوالیتی داره، درجه یه که نماشالا 20 تا الان 20 تا فیلم داریم. نه فیلم داریم، 30-40 تا فیلم داریم، ولی منظورم این هستش که با زیرنویس انگلیسی، با منیوی قسمت انتخاب چپتر بندی هستش و اسم شرکت ترانه به همراهش کوالیتی میادش و معلومه دیگه یه کاری که ما بخوایم به بازار بدیم باید تاپ آف دی لاین باشه. بله، مخصوصا فروشگاه های ایرانی نماینده های خوب شرکت ترانه. حالا که صحبت نماینده شد، من اینجا یه تسلیتی بگم با آقای اکبری که مادر گرامیشون رو در ایران از دست دادن، تسلیتی داریم. و حالا صحبت از نماینده ها بود، نماینده های خوب شرکت ترانه فیلم های اورجینال شرکت ترانه رو پخش میکنن، مغازه های خوب ایرانی، اون مغازه هایی که واقعا کارشون درسته، یعنی دیویدی های فیلم هاشون اورجینال، سی دی اورجینال میفروشن و به قول معروف که من همیشه میگم نون حلال میبرن سر سفره. پس به قول افشین دمشون گرم. واقعا دمشون گرم، به خاطر اینکه ببینید ما این همه زحمت میکشیم، هنرمندا این همه زحمت میکشن، این همه خرج میشه، بعد مثلا حالا فرق نمیکنه طرف مثلا میذاره از روی کامپیوتر دانلود میکنه، خب این زحمت همه ما به هدر میره دیگه. دقیقاً درسته. و چقدر ما میتونیم تحمل بکنیم، چقدر میتونیم ایستادگی بکنیم؟ مردم باید حمایت بکنن، اگر مردم حمایت نکنن، دیویدی سالم نخرن، اورجینال نخرن، سی دی رو کپی نکنن، خب یک هنرمند میتونه کار بکنه، یک کمپانی میتونه کار بکنه، ولی اگر قرار بر این باشه که همه از هم دیگه بردارن کپی کنن، خب دیگه چیزی دیگه نمیمونه. در شرکت ترانه خلاصه بسته میشه و تخته میشه، ما هم دیگه میریم پیکارمون. پس امیدوار هستم که این کارا رو انجام بدیم. باید مثل محمد رضا گلزار زار زار گریه بکنیم. گریه کنیم. خدا نیاره اون روز. خدا نیاره. ازدواج به سبک ایرانی، یه قسمت از این فیلم هم نگاه بکنیم. اینو فقط نشون میدیم که شما بدونید که چه فیلم هایی هستش و برین توی سایت شرکت ترانه این فیلم ها رو میتونید تهیه بکنید و میتونید به مغازه های خوب ایرانی برید و این فیلم های خوب رو شماره تلفن هم هستش حتما. بله. حتما 70-88-111 818 تماس بگیرید، پیغام بذارید و 100 درصد این مووی ها و فیلم ها رو به همین شیوازی ایمیل بزنید یا ایمیل بزنید، چشمم حتما براتون میفرستیم نگاه کنید.